اوکی، سلام به همه دوستان عزیز درخت زندگی. خوش اومدین به یه برنامه دیگه علم شیرین تورا. مثل هر دوشنبه از 6 تا 7 اینجا به زمان اسرائیل هستیم. امروز به امید خدا صحبت میکنیم راجع به خگ شبوعوت، عید گل، که هممون داریم نزدیک میشیم دیگه. یک شنبه عید گله و باید یه خورده وارد باشیم قوانینی که وقتی که خگ متعه شود در میاد چیکار میکنیم چیکار نمیکنیم. و یه خودم داستانای خود خگ شبوت، خگ متن تورا چیکار میکنیم و واسه چیه همه این چیزا. به امید خدا و از همه یه برخواه بگیم با اجازتون. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אוקיי, פס בין שיעור קונים. אבל אז המה, אין רוזה, אין שיעורם מוקדש לרפואת יוסף חיים בן זרקי. שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה בתוך שאר כל חולי עמו ישראל. אין נרפנה לו, אין נרפנה. וכן יהיה רצון ונאמר אמן. פס חג שבועות עיד גול. צ'ר אסמש הס עיד גול, צ'ון כה המתון גולין האלבטה. ולי נבשתה שודה ככוה סינה. וכתי כחודוונד חס תורה רו בדה, פס כוה חוש כבוד, כוה קוצ'י כבוד. همه کوه ها بینشون مصاحبه میکردن. هر کدام از کوه ها میگفت مطمئنن خدا روی من توراشو میده. من خوشگلترینم، پر گلم، پر چمنم، پر. دومی میگفت من بلندترینم، من بهترین. میدونید تورا روی کوه بلندترین باید داد. و هر کوهی اینطوری بعضی هستن حتما فکر میکنن میگن یعنی چی کوه ها، این حرفا چیه. منظور نیست به خود کوه ها، خود خاک و سنگ کوه، الا به فرشته که مسئول کوه هاست. هر چیزی توی دنیا یه فرشته مسئول داره. حتی چکه های آب که توی بارون میان، هر چکه روش یه فرشته هست که مسئول اون چکه است که برسه به جایی که باید برسه. پس کوها با همدیگه مصاحبه میکردن. هر کدوم میگفت من. فقط کوه سینا اونجا بود، کنار نشسته بود و به خودش میگه نه، من کوچیکم، من قد کوتاهم، من نه چمن دارم نه گل دارم، من نه کی، من کیم که خدا روی من تورای مقدسشو، تورای خوشگلشو، تورای کاملشو روی من بده. حتما. پس کنار وایساد. خدا گفت تو خودتو کم میدونی، خودتو کوچیک میدونی، تو کنار روی تو تورا رو میدم، روی تو، چون که تورا مثال شده به آب. هوی کل چمه لخول مایم و این مایم الا تورا. تورا مثال شده به آب، مثل که آب جای بلند و ول میکنن میرن پایین، درست همیشه آب میره جایی که پایین ترینیه که هست، سطح پایین ترینیه که هست. پس همونطوری هم تورا جاهای بلند و کسایی که به خودش مغرورن، به خودشون مغرورن و ول میکنه و میره پیش کسایی که خودشونو کوچیک میدونن. هم کوه سینا، هم آدمایی که به خودشون نمیگن منم و تو هیچی، من بهتر از همه، من بهتر میدونم، من داناترین آدمم. نه، کسایی که کوچیک میدونن خودشونو میبینی بیشترین تو را میدونن. پس به خاطر این روی کوه سینا داده. ولی هنوز چرا صداش میکنیم عید گل؟ وقتی که خدا تو را روی کوه سینای داده، پس نوشته کوه رو پر گل کرد.
بوایی که می اومد از کوه سینای، او چه بوایی، آدم قش میکرد از بوا. نه کلوین کلاین این چیزا، نه ادکلنای خداست، ادکلنای بهشت. پس بیاد بوده این که همه کوه پر گل شد، صداش میکنیم عید گل یا خگ شوعوت، یعنی عید هفته ها. چیه هفته ها؟ همه این هفت تا هفته ها که شمردیم توی سفیرات عمر از پسخ، خگ شوعوت این تنها عیدیه که تاریخ ننوشته شده تو تورا که در این تاریخ، در این ماه، در این روز انجامش بدین، الا بستگی داره ربط بستنش به هفته هایی که میشموریم. به شیوعه شوعوت تیسپور لخ مخل خر، بعد از اینکه هفت هفته بشموری عید گلو بکن. این پس به خاطر این اسمش هست عید گل. و خگ متن تورا، عید دادن تورا، که تورا رو گرفتیم در این روز، یا در اصل عیدی که میبایستی تورا رو درش بگیریم. در اصل آخرش چیزی که شد که متاسفانه بوتو ساختن و ده فرمان رو نگرفتیم و همه چیزا موشه را بنو شکون ده فرمانو و بعدن گرفتیم. ولی میبینیم آمادگی که وقتی که آدم خودشو آماده میکنه، حاضر میکنه واسه یه میتسوه، پس همه نورها، همه شفایی که میبایستی در اون میتسوه بیاد، در اون روزی که آدم خودشو آماده کرد واسه اون روز، همه اینا میرسن. پس این عید گله، این به خاطر این اسمش هست عید گل، خگ متن تورا و خگ شوعوت. اوکی، پس بیاین حالا ببینیم یه چند تا قوانین، چون که به خاطر اینکه موسی شبت در میاد و دوستانی که بیرون از اسرائیل هستن، پس دو روز دارن، هم موسعی شبت هم یک شنبه. پس به خاطر این یه چند تا چیز هست که میبایستی بدونیم، آماده باشیم، مواظب باشیم واسه این که این چیزا رو، این خگه رو انجام بدیم مثل که میبایستی. پس اول از همه اینی که آدم میدونیم در خگ آدم میتونه شم، آتیش روشن کردن به صورت جدید، شم تازه، شم جدید که نبوده مجاز نیست روشن کرد، مجاز نیست. ولی باید بدونیم وقتی که آدم شم آتیشی که بوده داره از قبل از خلق، پس مجازه از اون آتیشه که وجود داشته مجاز رد کنه، یعنی یه کبریت از اون آتیش روشن کنه، و اون وقت آتیش جدید نیست که به وجود آوردم توی خر، الا آتیشی که بوده فقط دارم ردش میکنم. حالا این اسمش هست هاورا مئش لئش، یعنی رد کردن از آتیش به آتیش. به خاطر این شب خر، یعنی موسعه شبت، که یادم رفت بگم که دوستان عزیزم که سوالی دارن میتونن تو اسکایپ، تو گروه اسکایپ که هست، یا به اسم رابی ایتخک به انگلیسی، یا رابی ایتخک پرتو به عبری، یا خخم پرتو به فارسی میتونن سوال بپرسن. هم تو فیسبوک، تو سایت یهودیان ایرانی میتونین ببینین و سوالی که داشته باشین بنویسین و به امید خدا جوابم میدیم. به امید خدا اگه جواب رو خدا بده بدونیم، پس جوابم میدیم. چرا نگه نمیداریم جواب رو واسه خودمون؟ خسیس نیستی. پس یادم بود صحبت خسیس میکنیم، یادم بود داشت میمون و میپرسه ریوکا اینجاست؟ بله بابا ریوکا اینجام.
شلومو اینجاست؟ بله بابا اینجام اینجام اینجام. موشه اینجا؟ بله موشه، منم موشم بابا، اینجام اینجام. روی تخت خواب بود، داشت از دنیا میرم. و نمیدونم مثلا روون اینجاست؟ بله 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 بله. اوکی اوکی. میگه اپا همه اینجان؟ بله بابا هممون اینجاییم، دور ورتیم هممون اینجا. میگه خب اگه همتون اینجا این چرا چراغ تو اتاق روشنه آخه؟ این تنها چیزی که من مشغولش کردم آخه. آدم های خسته ایست تو برزورت. پس این روزیه که تو را داده شد، پس باید بدونیم آتیش در هر خاگی، هر خاگی آتیش رد کردن مجاز از آتیشی که وجود داشته، ولی آتیش تازه به وجود آورد نه آسوره. بنابراین چون که فوری بعد از شبت خاگ شروع میشه و هیچ فاصله نیست بینشون، هیچ یه دقیقه نیست. یه کسی ازم پرسید یه دقیقه نیست بین شبت و خاک که بتونم یه لحظه تلفنمو نگاه کنم، که نه نیست. برو غرق شو تو دو روز 48 ساعت مقدس بودن بدون کامپیوتر، بدون تلفن، هیچی. خودتو قطع کن، قطع کن از اینترنت، از همه چیز. برو دو روز کامل وارد تورا، وارد احساس کردن خداوند وارد شو. همه چیزا رو ول کن، همه چیزا جسمی و پس چون که فاصله نیست بین شبت و خگ، پس آدم باید این آتیشه رو، این شمع رو از قبل از شبت حاضر کنه. پس قبل از شبت یه شمعی هست، شمعی مخصوص 48 ساعته، 24 ساعت هم میشه، ولی واسه اینکه واسه خگ بمونه پس بهتره ساعت 48، شمش 48 ساعته. یا کسایی که بیرون از اسرائیلن پس شمای 72 ساعت یا بیشتر، فرقی نداره. میخوان بعضی ها اصلا شمای 7 روز، اوکی اشکالی نیست. یه همچین شمی از جمعه روشن میکنیم که تا موتسه شبت روشنه. اون وقت موتسه شبت سر کیدوش که میکنیم، کیدوش مخصوصیه، الان توضیحش میدیم به ازارت هاشم. سر کیدوش سر کیدوش که میرسه، پس این شمه رو یا بعد از کیدوش خانوم خونه میگه باروخ همافدیل بن کدش لکدش، بن کدش لکدش، نه کدش لخول مثل همیشه، کدش لکدش، چون که مقدس بودن شبت و مقدس بودن خگ. و اون وقت این شمه، از این شمه که روشن بود از جمعه، رد میکنه با یک کبریت، یه شمی رد میکنه و شمای خگ رو روشن میکنه. البته قبلش برخا میگه، قبل از شم روشن کردن اول برخا میگیم، هم شم شبت هم شم خگ اول برخا میگن بعدن شما رو روشن میکنن، نه اینکه اول شم روشن کنن بعدن برخا بگن. اول برخا مثل میوه، میوه میخوری اول میخوری بعدن برخا میگی؟ نه، اول برخا میگی برو پری ات، بعدن یه گاز میزنی میوه، درست اینطوری بعدن میخوریش. همونطوری هم هر میتزوه آدم تفیلین میذاره، اول برخا میگه لنیخ تفیلین، بعدن تفیلین رو میبنده. هر میتزوهی هم همونطوری هم شم شبت و شم خگ روشن کردن، اول برخا بعدن انجام دادن. اوور لعصیتن یعنی بعد از برخا میری و فوری انجام میدی میتزوه رو. پس این براخایی که میگن بروخ ات ه' ملکنو ملک العالم اشیا کدشנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של יום טוב, נר של יום טוב, و شمعه رو روشن میکنه خانم خونه. حالا دو تا جور هست، یا اینکه میتونه قبل از کیدوش میبینه وقتش رسیده، شبت در اومده دیگه، ولی شوهر هنوز برنگشته از کنیسا، میتونه بگه خانم خونه، میتونه بگه باروخ مفدیل بن کدش لکدش، همین کلمه ها
ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ואין הסב משה הבדלה, ועושה אין כבתוני קהריים מוכתלף בוקונה כמו ג'וזן תוי חג, ומח מוג'וזה, ולי ועושה קזה חורדן, נא, ועושה קזה חורדן מבועסתי, חוד און הבדלי כמוצא שבת מקונים כעד, ולי ועושה קהריים מוכתלף כאנג'ום מחד בוקונה, אין כלמה קופיין, ברוך המבדיל, המונטור ים הר מוצאי שבת, הר מוצאי שבת, חנו מכונה יוה הקסי מבינן, וכת שבת, שבת תאום שודה, וכת שרסידה, שוהר אנוס ברנגש דאס כניסה, נמדונם, דרה בו דוסטוש הרף מזנה, דרה יכולת תורה דרס מכונה, זנה מתונה בגי ברוך המבדיל בין קודש לחול, שבתה יסול מנדורמה, ברוך המבדיל בין קודש לחול, והקרה יקם וג'וזה, כדגי רוזוי הפתר מתונה בקונה, מוג'וזה בקונה, בלי קזו חורדן, נא, טוען כהבדלי, הבדלי מוצא שבת ובקונים. פס הלאה, מוצא שבת וחג, מתונה הנוס שוהר הבר נגש דאס כניסה, מתונה בגי ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ועלי דברי מגם, בבינה כסעת שבת, פעם שודה כשבת דר ומדה. מגי ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ומתונה דגי שמוע חגו ראשן קונה, רד כעדן אס עתי שכה ג'ומעי ראשן בוד, ורד מקונה ברכה מגיעו, שמוע רו, روشن میکنه یا منتظر باشه بعضی خانم ها هستن منتظر میمونن تا بعد از کیدوش که سر کیدوش با هفدله است با هم دیگه و بعدن شمع خگ رو روشن میکنن هیچ اشکالی نیست این خوبه اونم خوبه هر کاری بکنن خوبه بروخ شم فقط شیخیانو بهتره اگه قبل از کیدوش میگه خانومه پس بهتر شیخیانو سر شمع روشن کردن نگه بهتر شیخیانو بذاره سر کیدوش بشنوه اشکالات مختلفی هست درش وقتی که شیخیانو سر شمع روشن کردن میگن و بهتره توی این اشکالات نرفت چون که بعدا حفسک میشه بس میکنه آمن میگه توی کیدوش رو شیخیانو بین برخای گفن و نوشیدن لیوانه واسه چی؟ هیچ اهمیتی نداره هیچ مخصوصیتی نداره که خانوم شیخیانو سر شمع روشن کردن بگه همونطوری سر کیدوش بشنوه همونطوریه پس چرا بی خودی وارد اشکالات مختلف خودشو بکنه پس سر کیدوش بشنوه از شوهره که شیخیانو میگه شامل خودش هم هست پس این راجب شم اینطوری اون وقت بعدن هم پخت و پز که میخواد بکنه ضمن خگ میتونه از این شمه رد میکنه گازو روشن میکنه البته گازهایی که برقیان هیچ صورتی نیست به فکر من اقلا نیمد که بشه استفادهشون کرد در خگ فقط گازهایی که با گازن بعضی هستن برقی هن که با گازه ولی برقی هم هست وقتی که دگمه رو باز میکنی پس یه جرقه خودش میزنه گازه خودش جرقه میزنه که گازه روشن میشه و این اشکاله چون که گفتیم آتیش تازه به وجود آوردن در خگ اسوره و این جرقه ها آتیش تازه است پس میتونن شاید از برق اگه چون که یه پیریز برق داره از برق در بیارن پس اون وقت جرقه نمیزنه پس اینطوری میتونن استفادهش کنن اینها برخوشم به یه ایده اومد به فکرم پس اینطوری جرقه نمیزنه اون وقت میتونن از آتیشی که وجود داشت از جمعه رد میکنن گازه رو روشن میکنن چجوری گاز رو خاموش میکنن حالا بیای صحبت کنیم وقتی که آدم میخواد گاز رو خاموش کنه پس یه چیزی هست به اسم گراما گراما یعنی باعث شدن ولی نه به صورت مستقیم مثلا آدم یه دیگ میذاره دیگه کوچیک لازم نیست یه دیگه کوچیک میذاره پر آب میذاره روی گازه و میجوشونتش تا اینکه آبا گرمشن و از بالای دیگه سر میخورن به روی گازه و اون وقت گازه رو خاموش میکنن گازه رو آبا که میریزن از روی دیگه چون که گرم میشن پس از روی دیگه میریزن کنار دیگه و میافتن پایین به گازه به آتیشه میرسن و خاموشش میکنن
اون وقت که گاز خاموش شد، آتش خاموش شد، پس مجاز اون دگمه رو بست، دگمه گازه، و حالا اینها گازه رو خاموش کردیم به صورت گراما، یعنی نه به صورت مستقیم، فقط باعث شدیم که آتش خاموش شد. ولی یه شرط مهمی هست اینجا، شرطش هست که این آبا رو میبایستی اخل نفش باشه، میبایستی که بی خودی گرمشون نکردیم. اصور آدم توی خاک بی خودی یه کاری بکنه که واسه غذا خوردن یا یه صورت لذت بردنی نیست. باید آدم فقط چیزایی که واسه غذا خوردن و صورتهای مختلف لذت بردن که مجازن بکنه. پس این آبا رو که گرم کردیم باید استفاده کنیم. واسه چی؟ باش یه چایی حاضر کن، باش صورت تو بشور، چیزایی که آدم صورتهایی که آدم لذت میبره ازشون. اوکی، اینم صحبت اینو کردیم، اینم از این. حالا بریم صورت کیدوش. چجوری کیدوش میکنیم؟ شب خگ، شب خگ، موسی شبت و شب خگ با هم دیگه است و کیدوش و هفدله رو با هم دیگه میکنیم. پس باید بدونیم این سیگنالش، سیمبولش هست یک نهز. یک نهز اولین حروفای این مراتب هفدلا و کیدوش با هم دیگه است. و مثل که الان توضیح بدیم به امید خدا، یعن یک نهز، یود، کوف، نون، هی، زین. پس یود یعن، کوف کیدوش، نون نر، هی هفدلا، زین زمان. یعنی اول از همه برخای یعن، بور پرا گفن میگیم سر موتزی شبت، برخای بور پرا گفن، بعدن کیدوش، کیدوش خگ میکنیم، چون کیدوش شبت که نیست، شبت داره تموم میشه، شبت موتزی شبته. حالا بعدن کیدوش، ברוך אתה השם, מנקה למלך העולם, אשר בחר בנו מכל עם. ברוך אתה השם, מקדש ישראל, ואז אם אני... מוזה בשין, אמן ג'וואב נדין. אוקיי. בעדן, בעדן נר. נר, מי ש... בורא מאורי האש. כן, ברוך מגיעים רואה, בורא מאורי האש. אונם צ'ג'וי ראשן מקונים, מסלקי גופתים. מגיעים ברוך המבדיל בין קודש לקודש, و رد میکنیم از این شمع 48 ساعته، شمع هفدالا رو روشن میکنیم، یا اینکه روی همون شمع 48 ساعته میتونیم برمه و رهه اشو بگیم. دستمون رو نگه میداریم، نوره رو توی ناخونا میبینیم و بعدا باز میکنیم، نوره رو توی کف دست، نه روی انگوشتا، فقط روی کف دست نگاه میکنیم نوره رو، و اینطور این صورتیه که برمه و رهه اش میگیم. این هم خیلی ها هستن که نمیدونن، صورت های مختلف میکنن، اینطوری میکنن، اونطوری نمیدونم چه کارهایی میکنن. صورتش هست که برمه و رهه اش، هر موتزه شبت که میگیم، آدم شستشو تا میکنه توی دستش، انگوشتاشو میبنده روی شسته، اینطوری به این صورت میبینین، و نور آتیشه رو توی ناخوناش ببینه، روی ناخوناش نگاه میکنه و نور آتیشه رو توی ناخوناش ببینه. بعدن دستشو باز میکنه. بعضی هستن میگن که این علامت خوبیه که اون وقت نوره رو توی کف دستش ببینه، ولی توی کف دستش، نه روی پشت، یعنی توی انگوشتا، الا فقط روی کف دست. پس اول توی ناخونا، چهار تا ناخونا، بعدن باز میکنه، توی کف دست نگاه میکنه نوره رو، و این برمه و رهشه. اول برخای رو میگه، بعدن نگاه میکنه. پس یا اینکه روی شمع 48 ساعته آدم این کار رو میکنه، یا اینکه شمع هفدلا. در اصل شمع برخای برومه و رها اش نوشته شده که بهتر روی اووکا گفت. اووکا چیه؟ اووکا یعنی دوتا فتیله که یه شله دارن، میچسبه شلهشون، ولی دوتا فتیله ها به همدیگه وصل نیستن، یعنی جدان، ولی شلهشون یکیه. این حساب میشه اووکا،
و این بهترینه. ولی میکار دین مجبور نیست رو آووکا، حتی شم، حتی یه فتیله داشته باشه، اونم میشه روش برومیوره اش گفت. پس این شمای 48 ساعته یه فتیل است معمولا. شمای هفدلای هستن که 6 تا 8 تا فتیله دارن. اوکی، آووکا حساب میشه اگه فتیلاشون جداست. اگه فتیلا چسبیدن به خاطر یه وقتای شمع آب میشه، پس اون وقت فتیله ها میچسبن به هم دیگه، پس فتیله هایی که چسبیدن حساب نمیشن، حساب میشن یه فتیله. هشتا فتیله داره، نه ولی همشون چسبیدن، حساب میشه یه فتیله، آووکا نیست اصلا. پس دیدم یه وقتای آدم میتونه جداشون کنه قبل از براخای برو مورش تا، ولی فقط به صورت بهتره اگه میتونه رو آووکا بگه، ولی روی شمع یه فتیله هم میشه گفت. پس هم روی شمع 48 ساعته یا یه شمع هفدله که داره بره مورش. پس دوباره تکرار میکنم چون که یه خورده توی جزئیات رفتیم. اول یعین بر پراگ افن، بعدن کیدوش مکدش اسرائیل و ازمانیم، بعدن نر بره مورش، بعدن هی هفدله. هفدله که برای خواه میگیم مبدیل بین کدش لخول و نور لخوشه خوبه نیسه خوله بخوله. بعدن آخرش چی میگیم؟ بروخ بروخ تاشم هم مبدیل بین کدش لکدش، کدش شبت و کدش خگ. و آخرش زین میشه زمان، زمان میشه شیخیانو، براخای شیخیانو میگیم. و اینم شد مراتب کیدوش و هفدله با هم دیگه توی موسعه شبت. اینم از این. اوکی؟ کسی سوالی داره؟ نه باروخ هشم، یافی همه چیز واضح است باروخ هشم. یه چیز مهمیه که نوشته وقتی که معلم یه چیزی یاد میده، پس باید چه کنه اگه شاگردا درست فهمیدن. یه وقتی تو درست یاد دادی فکر میکنی تو، ولی دیگران به صورت دیگه فهمیدن، به صورت دیگه. مثلا نوشته راجب یوآف بن سرویا که اون وزیر ارتشی داوید ملک بود، پس وقتی که رفت توی شهر که همشون امالک بودن، پس فقط مرداشون رو کشت. بعد از اینکه از اون شهر در اومد، پس داوید ملک بهش میگه چرا فقط مردا رو کشتی؟ امالک نوشته شده تیمخه ادزخر امالک، هیچ یادوری، هیچ چیزی نذاری بمونه از امالک، حتی گوسفنداشون، هیچی، همه چی، هر چیزی که به یاد میاره این ذکر امالکو میبایستی از دنیا نابود کنی، از بین ببری اصلا. چرا؟ چون که امالک اولین قومی بود که جنگید ضد خدا، و نه به صورت اینکه چیزی میخواست، طمعی داشت یه چیزی، نه، فقط به منظورش بود که فقط این قدرت خدا بعد از ده فرمانی که بود، بعد از ده تا ضربه که توی مصر بود و قوم اسرائیل در اومدن، پس همه قوم ها میترسیدن از خدا، از اسم خدا، از معجزات خدا، از همه چیز، از قوم اسرائیل همه میترسیدن. و امالک اینی که از خدا میترسیدن خوشش نیامد و گفت من حالا میرم به همه نشون میدم که لازم نیست اونقدر بترسین، و اومد جنگید ضد قوم اسرائیل که این حرارت رو ضعیف کنه، که این ترس رو ضعیف کنه. و به خاطر این خدا گفت که تو اومدی ضد من جنگیدی فقط واسه این که این احترام اسم منو بیاری پایین تر، فقط واسه این، پس منم یه جنگ ابدی ضد تو میکنم که از بین میبرمت از این دنیا کاملا کاملا. پس داوید ملک گفت به یوآب، گفت که تیمخه ادزخر امالک، تو اونجا بودی دیگه همشونو از بین. گفت یوآب ولی من اینطوری یاد نگرفتم. این چی اینطوری؟ گفت من توی کلاس که بودم، کلاس اول دوم نمیدونم، پس معلممون یاد داد
نه نگفتیم خ ات زخر امالک، یادمون داد تیمخ ات زخر امالک، همون حروف هست ولی به جای زخر میخونیش زخر. زخر یعنی مردای امالک. اینطوری ما رو معلممون یادمون داد که همه مردای امالک رو از بین ببر. ببینین یاد چند سالش بوده وقتی که جنگید؟ بگیم 30 سال که یاد گرفت، 5 ساله، 6 ساله، 7 ساله، 20 سال گذشته و با 20 سال با همون اشتباه تو یه چیز آدم نمیفهم چی همه این 20 ساله یاد نگرفتی جاهای دیگه این پاسوکه رو که زخره و نه زخر. اینه که گمارا میگه یه وقتای شبشته کیونده ال ال، یعنی یه اشتباهی که آدم یاد میگیره یه وقتای اون اشتباهه تو مغزش میشینه در نمیاد، در نمیاد. پس به خاطر این آدم باید مواظب باشه یه معلم درست حسابی برداره که چیزای هر کسی گوش نکنه، هر چیزی یادش میدن، مواظب باش. خب پس این، پس من چرا گفتم اینو؟ گفتم من سوالی نیست، پس من شاید خوب واضح یاد دادم ولی باید چک کرد، ولی چون که ویرتوالیه طریق اینترنت آدم نمیتونه چک کنه، ولی امیدوارم که همه چیز باز است. پس بیاین ادامه بدیم. واه وقتمون داره. حالا یه مراسم هست یه که توی شبوعات خلاوی شیری، غذای شیری جز از گوش، گوشت البته باید خورد چون که وسمخت به خگه، آدم باید توی خگ خوشحال باشه و گمارا میگه این سمخه الا به بسر و یعنی خوشحالی، خوشحالی مردا اقلا با گوشت و شرابه، خوشحالی زنا با لباسهای خوشک جواهرات، خوشحالی بچه ها با اسبابازی و قبلا ها با نبات و این چیزا بود، امروزا بچه های امروزا دیگه نبات چیه؟ یه نمیدونم یه دوچرخه بده، یه گیم بوی بده، یه چی نبات بمیدی؟ آره سطحشون رفته بالا امروزا دیگه. پس به هر صورت هر کسی باید با چیزی که خوشحال میشه. پس مردا با گوشت و شراب، پس گوشت باید خورد توی خگ، باید خورد گوشت. ولی یه رسم هم هست شیری هم خورد به اضافه به مواد غذایی گوشتی، البته جدا میکنیم و الان میبینیم چجوری به امید خدا. ولی چرا شیری میخوریم؟ چرا شیری میخوریم؟ چون که وقتی که قوم اسرائیل تورا رو گرفتن، پس میبینن قوانین شخیتا، میبینن قوانین نیکور، یعنی تیکه های مختلف حیوان رو باید جدا کرد، نمیشه خوردشون، خلو، علیا، چیزای تیکه های مختلفی که تو حیوان هست، پس دیگه نمیتونن برگردن گوش کنن بخورن چون که همه گوشتاشون طرفه، همه گوشتاشون قبل از دادن تورا بود و دیگه کاشر نیست، باید شخیتا کرد درست حسابی و پس نمیتونن از گوشتشون بخورن. گوشت تازه هم شخیتا کرد، حالا برو تا اینکه چاقوه رو تیز کنی، تا اینکه چکش کنی، تا اینکه پس فعلا چیزای شیری خوردن. پس بیاد بوده این که چیزای شیری میخوردن، ما هم چیزای شیری میخوریم. حالا کی میخوریم این شیری ها رو؟ بستگی داره، هر کسی هر جوری راحتشه. بعضی ها هستن شب خگ شیره میخورن، صبح روز گوشتی میخورن. اوکی اشکالی نیست درش، اینم بهتره چون که ظرف روز بیشتر میبایستی گوشت خورد، اهمیت غذاهای گوشت بیشتر از شبه و به خاطر این صبح روز باید گوشت خورد. بعضی ها هستن شب گوشت میخورن و روز شیری میخورن و بس میکنن یه خورده بینشون، دست میشورن، دهن میشورن و بعدا گوشت میخورن. میدونیم که بعد از گوشت خوردن که آدم بخواد شیری بخوره باید 6 ساعت منتظر باشه تا اینکه گوشت هضم میشه توی شکم آدم، تا اینکه گوشت بین دندونای آدم از بین میره مزش. پس 6 ساعته، 6 ساعت باید منتظر. ولی بعد از اینکه آدم شیری خورده میخواد گوشت بخوره
میکر دین آدم لازم نیست منتظر باشه اصلا هیچی. آدم میتونه یه راست دستشو بشوره، دهنشو بشوره که دور از جون تیک آه چیزای شیری نمونده باشه توی دهنش، و فوری بعدا گوشت بخوره. بعضی هستن میگن نه فوری نخور، نیم ساعت منتظر باش. بعضی هستن طبق زهر کدوش میگن نه یه ساعت منتظر باش. ولی میکردین فوری آدم میتونه، فقط نه روی همون سفره. سفره رو باید عوض کرد البته، ولی هیچ اشکالی نیست. فوری شیری میخورن، مثلا یه بورکس شیری، یه شیر، لیوان شیر، نمیدونم هر چیزی میخوان، یه پنیری، و بعدا سفره رو جمع میکنن، یه سفره گوشتی میارن، هیچ اشکالی نیست درش. اینطوری آدم میتونه انجام بده، یا هر کسی هر جوری راحتشه. بعضی هست مثلا صبح شیری میخورن میرن میخوابن، چون که همه شب بیدار بودن. الان صحبتش رو میکنیم به امید خدا، و صبح شیری میخورن و اون وقت میرن میخوابن. بعد از یه 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت بعد از یه چند ساعتی که استراحتشون رو کردن، پا میشن یه غذای گوشتی میخورن. هر کسی هر جوری راحتشه اینو، این صورت رو پیدا کنه به ذاتشون. اوکی، اینم راجب این، اینم گفتیم. حالا درس شب شاوت، هممون میدونیم این رسمه رو میشناسیم. اول از همه باید بگم که هلاخه نیست، مجبوری نیست شب شاوت نشست درس خوندن. طبق کابالاست، طبق زوهر کدوش که نوشته تو زوهر کدوش که خسیدیم ریشونیم میگفتن، گفتن بیاین این شبه شخینه کدوشه رو 24 تا جواهراتش رو بهش بدیم، و اون وقت فرداش کسی که شخینه کدوشه رو با این جواهرات داد بهش، پس فردا حساب میشه مثلا عروسی شخینه کدوشه، اون وقت دعوت میگیره. همه این چیزا البته مثالن با رمزای عمیق، ولی این یه مثالیه که اینطوری بفهمیم این روزه چه این 24 تا جواهرات، 24 تا کتابایی که توی کتاب مقدس هست، توی تنخ، توی بایبل هست، 24 تا کتابه. به خاطر این 3 تا پاسوک اولو میخونیم، 3 تا پاسوک آخر هر پاراشا، اینطوری 24 تا 24 تا چیز در میاد، و این 3 تا پاسوک 24 تا اسمای مقدسه که طبق کابالاست اینا رو به وجود میاره، و اینا کیشوت کلاس، اینا جواهرات عروسه که فردا یه نوع عروسی واسه شخینه کدوشه. و این نوشته زوهر کدوش کسی که این شبه میشینه و این کتاب مقدس و این تنخو میخونه، خداوند بهش 70 تا براخا میده. ببینین یه وقتای آدم ظرف سال چقدر دنبال یه براخای میره، یه صدیق میره، برو پیش رابی شمعون، برو شموئل نوی، برو این نمیدونم عرب باتسری، عرب الباز، اینا برو براخا میگی. این شبه 70 تا براخا از خدا، نه از هیچ صدیقی، از خود خداوند 70 تا براخا آدم زوهر کدوش میگه که آدم میگیره این شبه. و اینم سخت درست همه شب بیدار بمونه آدم، ولی میگن چی میگن یادم رفت الان، یعنی میگن وقتی که آدم یه چیزی رو میخواد پس سختی نداره. آدم ببینین چند تا آدم هستن که همه شب کار میکنن، همه شب کار میکنن توی بیمارستان، توی جای مختلف، شب بیداره کار میکنه توی پمپ بنزین. میبینی او چرا چه خوابه نمیاد؟ نه پوله، چی پول به دست میاره، پس خوابش نمیاد، خوابش نمیاد، فقط فکر پولا رو میکنه بیدار میشه، بیدار میشه. پس همونطوری هم آدم باید بدونه الان این شبه داری براخا جمع میکنی، داری الماس جمع میکنی. پس آدم خودشو سعی کنه بیدار نگه داره، سعی کنه. البته سختره از کار کردن، چون که اینجا کار شیطون هست،
تو سر کار شیطان نمیاد بهت بگه خواب برو، ولی وقتی که تو را داری درس میخونی پس شیطان میگه نه نه خسته ای خسته ای، برو بخواب برو بخواب، عضلات و خورده خواب، حالا فقط روی مبله بشین، نه درس بخون ادامه بده، ولی روی مبله بشین، وای این مبله بده کار شیطانه. چرا؟ وقتی که میری نشستی روی مبله دیگه فلایت نمبر 101 دیگه پرواز میکنی به آسمون، اصلا احساس نکردی چجوری رفتی بالای ابرا. این مبل است، نه روی مبل نشین، استراحت نکن، بشین روی یه صندلی سخت، یه صندلی سفت که اینطوری یه لیوان قهوه شدید اینطوری قهوه بخور که خوب بیدار بود. میدونی چی به دست میاره؟ 70 تا برخا هرای کدوش که همه علم کابالایی که داریم از امروز از هرای کدوشه، میگه کسی که این شبه خواب نره حتی یه لحظه، من مطمئنم قول میدم که اون سال هیچ چیز بدی نمیبینه. همچنین قولی آسون نیست به دست آورد، اصلا خواب نه. البته کسی که نشسته و بی خودی چرت پرت حرف میزنه، شنیدی بایدن چیکار کرد، شنیدی این چیکار کرد، جنگ اوکراین چی شد، پوتین مرد یا نمرد، چی میگی؟ بگو این حرفا رو حالا شرقک شبه حرفا اینطوری زدن بهتر برو بخوابی، برو بخواب ول کن، اقلا مزاحم دیگران نشو که میخوان تو رو درس بخونن. حرفا اینطوری نه، آدم این شبه رو استفاده کنه خوب 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 خوب. یه وقتایی آدم باید درست باید یه خورده حرف بزنه، یه خورده مغزش استراحت کنه. اوکی هیچ اشکالی نیست درش، آدم بین فصل و فصل یه خورده یه جوکی بگه، یه خورده پاشه، یه خورده بشینه بره بیاد، یه خورده ولی یه خورده مواظب باش، یه خورده زیاد از حد دنبالش نری، بس اینکه بتونه دوباره برگرده بشینه و دوباره بیدار بشه و دوباره بشینه تو رو درس بخونه مجازه. ولی اینکه بشینن آدم میبینم یه وقتایی هستن میشینن دوروبر هم دیگه با پسته نشستن و شروع میکنن حرف زدن و جوک گفتن که چی، که فقط توی فکرشون هست نه باید این شبه بیدار باشم، نه موضوع نیست بیدار بودن و علاف بودن یا بی خودی حرف زدن، موضوع اینه بیدار بودن و تو را درس خوندن این شبه. و این مراسمی که هست که هر یک کدوش واسمون که همه این 24 تا کتاب مقدس رو میخونن، بعضی هستن بعدن کتاب میتسووت رامبام رو میخونن که همه میتسووت ها رو تندی تندی میخونن کوتاه، و بعدن کابالا ما نمیدونیم، کسی که میدونه کابالا خیلی خوبه این شبه کابالا بخونه، ولی کسی که کابالا نمیدونه پس ایدرارابا یه قسمتیه توی زوار کدوش فکر کنم پاراشای مشپاتیمه، و اونجا خیلی رازهای مختلف هست که مال کابالا هست که البته ما نمیفهمیم و آدمم نباید فکر کنه که میفهمه، چون که اونجا کلمه هایی هست که مینماد که جسمیه، مثلا میگه دست چشم، این منظور نیست به دست و نه به چشم، و همش رمزای چشم مثال به یه چیز عمیق‌تر، دست مثال به یه چیز عمیق‌تر، همش رمزای به استرسفیروت و چیزای کابالای عمیق‌تر. ولی خوندنش خوبه، حتی بدون فهمیدن خوندنش خوبه، این شبه نوشته که خوبه آدم کابالا یاد بگیره بخونه. پس کسایی که ما وارد نیستیم پس کافیه واسه همون خوندن این ایدرارابا، یا اگه آدم میخواد چیزای دیگه هم بخونه مجازه، فقط طبق کابالا نوشته که این شبه میشنا نخونه آدم. خب ما اگه کابالا میگه همه این شبه طبق کابالاست، همه این رسمه که بیدار میمونیم و درس میخونیم، پس حالا کابالا هم گوش میکنیم که میشنا نخونیم این شبه. بله اینجا اوکی، پس اینم مراسم درس خوندن این شبه است که خیلی مهمه، چیز خیلی خوبیه.
خانم ها البته مجبور نیستن، مردا بیشتر مجبورن، چون که یکی از دلایلی که میشینیم این شبه، چون که وقتی که خداوند اومد تورا رو بده، پس متاسفانه مردا یه خورده خوابالو بودن، خواب موندن و خوب بود خداوند شیپور بزنه و او بیدارشین، وای دارم میام تورا بدم، چی رفتی بخوابی روی متکات داری متکاتو میخوری چی؟ پس به عنوان تیکون، به عنوان اصلاح کردن، پس این شبه بیدار میمونیم. ولی زنا یه چیز خیلی تعجب کنند از زنا، زنای صدیق به خواب نرفتن، منتظر بودن واسه قبول کردن تورا، و به خاطر این زنا چیزی ندارن اصلاح کنن، این شبه مجبور نیستن بیدار بمونن. ولی البته زنی که میخواد بیدار بمونه و تهیلیم بخونه یا شیور تورا بشنوه یا چیزهای مختلف، کتاب مقدس، هر چیزی که مجاز واسه زن خوندنش، پس هیچ اشکالی نداره. ادرابا تواله ابرخه بزخود نشیم چیدکنیات نیزگلو عبوتن و میمیتسایم بزخود نشیم چیدکنیات اتیدیم لیگه، چیز خیلی خوبه. فقط مواظب تسنیوت باشن که زنا تنهایی ساعت 3 شب میبینی توی خیابون میرن، روی خودشون نگه دارن که روی احترامشون، روی این چیزا، اینم خیلی مهمه. پس اینم راجب این شبه تهیلیم خوندن. البته مجاز این شبه توی شب شبت، شب خگ، همه این چیزا هیچ اشکالی نیست. تهیلیم ظرف هفته هم اشکالی نیست، فقط نوشته آریه کدوش میگه که شب به شبای هفته بهتر آدم تورای نوشته شده رو نخونه. فقط تهیلیم نیست، همه یه تنخ، همه کتابا بهتر نخونه. چرا؟ چون که این یه صورت مخصوصیه که ضد فرشته های مختلف می جنگه و اون فرشته ها، فرشته های بد، اونا مسلطن در شب. پس مثل این که مثلا در وقتی که اونا مسلطن داره میای می جنگی باهاشون، و الان وقتش نیست چون که اونا مسلطن، اونا الان قدرت رو دارن در این زمان شب. پس به خاطر این آریه کدوش میگه شبا تا نصف شب، از اول شب تا نصف شب آدم کتاب تورای نوشته شده رو نخونه بدون تفسیر. اگه با تفسیره پس تورای نوشته شده حساب نمیشه، تورای شفایی دیگه حساب میشه، پس مجاز. ولی بدون مثلا تهیلیم یه نوع آدم بدون تفسیر که میخونه تهیلیمو، پس بهتر نصف شب اول نخونه. این طبق کابالاست است، ولی لفی پشت هیچ اشکالی نیست. چرا اینو میگم؟ چون که خیلی ها هستن اشتباهی میفهمن و هی میگن بهت اسور شب تهیلیم خوند، اسور شب تهیلیم خوند، و اسور نیست، درست نیست این کلمه رو گفت، اسور نیست، فقط طبق کابالا بهتر نخوند. چرا مهمه اینو؟ چرا مهمه اینو بگیم؟ چون که بعضیا هستن وقتی که بهشون میگی اسور تهیلیم خوند شب، پس میگه خب اسوره، پس چیکار کنم؟ خب کاری ندارم بکنم، چیکار کنم؟ میرم تلویزیون میبینم، میرم یه فیلم میبینم، میرم لاشانارا با همسایه حرف بزنم، میرم آدم خودشو مشغول میکنه. پس بهتر به جای اینکه تهیلیم بخون به تلویزیون ببینی، خیلی بهتر بشینی تهیلیم بخونی. اسور نیست، حتی اگه آریه کدوش رو میخوندی میپرسیدی بهت میگفت خانم برو تهیلیم بخون، بهتر از این که تلویزیون شب 24 ساعت تهیلیم بخون بهتر از. پس این خیلی مهمه که بدونیم. البته شب شبوت اصلا هیچ اشکالی نیست، آدم میتونه نصف شب اول هم تهیلیم بخونه. و اوکی، وای وای، اوکی، ببینم 4 دقیقه مونده واسه همون. پس یه چیز خیلی مهم بگیم که میدونیم یه رب بود به اسم هراو الیاشیب، هگاون ربی یوسف شلوم الیاشیب زخر صدق لیوخا زخوتو تگین بعدنو. این یه آدم که مریضی سرطان داشت، اومد پیشش و برخا خواست واسه رفوه شلمه. هراو الیاشیب بهش گفت که ببین پای کوه سینای که قوم اسرائیل وایسادن، خیلی هاشون مریض بودن، خیلی هاشون دست نداشتن، پا نداشتن، کور بودن، کر بودن توی کارهایی که توی مصر کردن، پس
روشون سنگ افتاد، سنگایی که داشتن می ساختن روش افتاد، پا شکست، دست شکست، کور شد، اینطور شد. و ولی پای کوه سینا که وایسادن، خدا همه رو خوب کرد، همه می دیدن. نوشته اونجا پاسوکا رو نوشته همشون وایار هم، همه دیدن، همه شنیدن صدای خدا، همه روی پاشون وایسادن، همه چیزا رو خدا خوب کرد. دستش دیگه شکست نشکسته، چشمش میبینه، همه چیزا رو. یعنی کوه سینای وایسادن اون لحظه رفوع خداوند فرستاد به همه قومی که اونجا بود، و اون براخا، اون براخای رفوع و سلامتی مثل که بود در کوه سینای هر سال برمیگرده، تکرار میشه. و این وقتی که تورا میخونن توی خگ شاوئوت، صبح خگ شاوئوت تورا میخونن، این کوه سینایو که میخونن، اون موقع تجسم کن به خودت که پای کوه سینای وایسادی و فکر کن و احساس کن همه اینو، و برو توی بحرش توی، و اون وقت به ذات هشم رفوع شلما پیدا میکنه. این آدم این کارو کرد و بعد از خگ شاوئوت که میره آزمایشگاه و چک کردن و اینا، دکترها میگن سرطان غیب شد، رفت. اینو میگم که هر کدوممون بدونه اینو استفاده کنه. کتاب تورا که میخونن روز خگ شاوئوت، هر کسی بدونه انگار پای کوه سینای وایسادی. هر روز آدم یکی از 10 تا چیزایی که آدم باید هر روز یادش باشه کوه سینای، این قبول کردن تورا پای کوه سینای، ولی این روزه مخصوصا یه چیز خیلی مهمیه. و یه چیز دیگه که اوکی یه دقیقه مونده، که یه داستانیه که در زمان رابی یوسف کارو بود، الان همشو نمیگیم، وقت نداریم واسه همش، ولی اقلا اینشو بگیم که وقتی که داشتن بیرون از اسرائیل بودن، رابی یوسف کارو و شاگرداش، و داشتن این شب خگ شاوئوت یاد میگرفتن، و یوی قبل از نصف شب میشنون از دهن رابی یوسف کارو، اینو رابی شلومو الکابتس مینویسه که خخمی که شعر لخدادیو نوشته، میگه قبل از نصف شب یه صدای از دهن حسید رابی یوسف کارو شنیدیم که صدای خداوند از دهنش در اومد که میگه خوش به حالتون، چقدر منو این شبه خوشحال کردین، و اگه 10 نفر بودین بیشتر خوشحال می شدم، و اینطور و اونطور، و چقدر چیزای مختلف بهشون میگه، و میگه برین زمین اسرائیل، برین بالا به اسرائیل، و میگه اگه می دونستین چقدر من ناراحتم تو این گلوت به خاطر گناهای شما، چقدر توی خاک من افتادم و همش به خاطر شما، پس اصلا خنده روی لبتون نمی اومد و هیچ خوشحالی و این چیزا. و او چقدر باشون چیزای مختلف گفت اونجا. و اون وقت شب دوم، چون که بیرون از اسرائیل بودن پس 2 شب شاوئوت دارن، شب دوم یعنی صبحش رفتن میکوه، و بعضی هستن قبل از طلوع خورشید میان میکوه، چیز خوبه طبق کابالا، خیلی خوبه. اون موقع نوشته که دروازه بینا باز میشه و چیزای کابالاه، و خوبه، بهتره که قبل از طلوع خورشید توی خگ شاوئوت، صبح خگ شاوئوت قبل از طلوع خورشید دادن بره میکوه مردا. و توی میکوه دوستاشون رو دیدن و گفتن چرا نیومدین، چرا اینطور، این نمیدونین چی بود و چی. پس قرار گذاشتن که اون شب دوباره همدیگه رو ببینن و 10 نفر باشن، و 10 نفر بودن. و اون وقت دوباره صدای قبل از نصف شب، شب اول بعد از نصف شب، شب دوم قبل از نصف شب دوباره شروع کرد حرف زدن از دهن رابی یوسف کارو که چقدر خوشحالم کردین، چقدر و بهتون دنیای بد میدم، بهتون این، بهتون اون. این یه وقتای خداوند واسمون این کادوهای میفرسته که ببینیم چقدر کارهایی که میکنیم اثر دارن توی دنیاهای بالا، توی آسمون اثر دارن. آدم یه وقتای
ایمانش ضعیف میشه، میگه ببین چیکار، ببین هنوز توی گلوتیم هنوز. نه نه نه، بدون همه چیز، همه چیز، هر چی کاری که میکنی حساب میشه. درست هنوز توی گلوتیم، ولی امیدواریم که به زودی انشاءالله خدا ما رو گولا بفرسته و با رحمیم، با آسونی، نه دور از جون با زجر و سختی و جنگ و این چیزا. نه، به رحمیم میخواییم خدایا، به رحمیم انشاءالله شایسته باشیم که دیگه ماشیخ تیلکنو ببینیم. به امت خیلی ها زجر میکشن، خیلی ها سختی دارن توی زندگیاشون و خیلی ناراحت کننده است. آدم جز چیزایی که خودش داره یه وقتهای زنگ میزنن دیگران و میگن چیزایی که توی زندگی میگذره روشون و عشم یه عذار و یتیل. خدا ایشالا کاش که منم یه قدرتی داشتم، دلم میخواد یه قدرتی داشتم، یه روح خکدشی داشتم که نجاتشون بدم، بگم این کارو بکن اون کارو بکن و غیب میشه. ولی متاسفانه هنوز لوزاخیتی، ولی ایشالا خدا کمکمون بکنه که بهمت گیولش شلمه برخمین برسه. نوشته شده که توی مصر خوب بود 400 سال باشن ولی فقط 210 سال بودن. چرا؟ چون که شدت زجرایی که میکشیدن اونجا کوتاه کرد زمانو به جای 400 سال. پس 400 سال به شدت زیادی نبود، یعنی به زجرای آسون، ولی چون که زجرای خیلی سختی بودن، فرعون رشع بیشتر از چیزی که خوب بود کرد، پس کوتاه شد زمانشون به جای 400 سال به 210 سال. ایشالله ما هم با این شدت زجرایی که میکشیم، که زجرای مماش جسمی، گوفنی و نفشی، گمکن روح و تن، و ایشالله خدا کمکمون کنه. بعضی ها بعضی مالیشون، بعضی ها شلوم بعید، بعضی ها بچه، بعضی ها تراوت هم خم روبیم. ایشالله خدا کمکمون بکنه که به ازاد شم این وقت رو کوتاه کنه با سمون و برخمیم گیوله شلما رو بفرسته. دعا کنه، هر کسی دعا کنه روی این موضوع. هر کسی بعضی موقع میگن مدوع لو با بنیشای الالخم، یعنی داستان داوید ملخه، چرا داوید نیامد سر سفره، شاول ملخ پرسید. ولی بعضی ها هستن میگن مدوع لو با بنیشای، چرا بنیشای داوید نه، یعنی منظور به ماشیخ میگن، چرا ماشیخ نیامد الالخم، به خاطر نون. چرا؟ یعنی چی به خاطر نون؟ به خاطر اینکه هر کسی دعا میکنه روی وضع مالیش، خدایا نون واسم بفرست، پول بفرست، ثروت بفرست، ماشین بفرست، یه خونه میخوام، ولی کسی دعا نمیکنه روی ماشیخ، دعا میکنه روی پول، روی زندگی. نه، نمیگم این هم چیز خوبیه، ولی آدم روی ماشیخ هم دعا کنه، خدایا ما رو نجات بده، قوم اسرائیل نجات بده، دنیا رو نجات بده. خدا ببین، خدایا دنیا تو ببین، چقدر دنیا داره از بین میره. ببین این آدما دارن تروریست و جنگ و اینجا اون، این روسیه و اون، همه کشورها، هر کشور چه لذتی هست درش. انشاءالله خدا به زودی صلح و صفا بفرسته به دنیا، ماشیخ تیلکنو بفرسته به دنیا که دنیا صلح و صفا داشته باشه، آرامش داشته باشه، آدم ها بتونن زندگیشون رو به راحتی بگذرونن، آدم ها بتونن خدا رو بپرستن با خوشحالی، به آرامش، همه چیز رو داشته باشن و بتونن به ذات شم به همدیگه لبخند بدن و خوشحالی و آرامش داشته باشن تو زندگیشون. آمین و آمین. متشکرم دوستان عزیز که با همون بودین و ایشالا با همدیگه باشیم همیشه. هفته بعدم به امید خدا برنامه هست، حتی که بیرون از اسرائیل خگه، ولی اینجا تو اسرائیل ما خگ نداریم، ایسول خگه، و به ذات شم برنامه کراگیل شیرو تورا رو بی خودی باطل میکنیم. میشه؟ اوکی. پس اینجا هم صاحب خونه اجازه میده، پس دیگه هیچ اشکالی نداره اصلا. پس میشه برای خبوتین و برای میتخک و یعقوب و یبارخ و ישמור و ינצור و יגן و יעזור و יושיע و ירפא את כל עמו ישראל ובפרט את כל המשתתפים בשיעור הזה. מה כדאי לנו? יברך את חון ויזכה את חון וישמע בקל צלות חון תתפרקות ותשתה זבון מכל צרה ועקתה, ויהיה ממרד אדוני מסעדכם ויגן עליכם ויפרוס סוכת שלמו עליכם ואיתה ביניכם ובינינו אהבה ואחווה, שלום ורות, יסלק כעת שנאת חינם מביניכם, ויפרוק עול הגויים ועול הגלות ועול הערבה מעל צווארכם, ויזכנו לחזור בתשובה שלמה לפניו, ולראות מהם שיחצבכנו בקרוב בקלות ובנחת,
خیلی رتون من عمر امین آمین ایشالا خدا آمین آرزوهای دل صاحبخونه رو فراهم کنه به آمین آسونی به راحتی آمین عمر طولانی آمین چشم بعد ازش دور و همه آرزوهای دلش رو خدا به آسونی به زودی فراهم کنه و همه آرزوهای دلش رو که مقدسن که پاکن از دل پاک میان ایشالا خدا بهش بده لذت ببره از همه بچه هاش و به عزت شم میشه اختو و خسد یردفو כל ימי חייו וכן יהי רצון ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את יוסף חיים בן זרחי. שהקדוש ברוך הוא יתמלא עליו ברחמים וישלח לו רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר כל חולי עמו ישראל אל נא רפנה לו אל נא רפנה לו אל נא רפנה לו בכל איבריו וגידיו מעל לדרך הטבע בתוך שאר כל חולי עמו ישראל וכן יהי רצון ונאמר אמן. آمین مرسی متشکرم دوستان عزیز شبتون بخیر و خودش توف امشب شب روش خودشه دیگه خودش توف و مبارک